درود به همه دوستان عزیز در این جلسه میخوام در رابطه با آقای رایفی پور صحبت کنم ایشون صحبت هایی در رابطه با نجوم داشتند که خیلی بحث برانگیز شد اگر به دیدن این کلیپ علاقه مندید تا پایان با اون همراه باشید بله عزیزان من از آقای رایفی پور کلیپی می دیدم ایشون صحبت کرده بود در رابطه با این موضوع که من اطلاعاتی در نجوم دارم که اگر بخوام اینها رو به مردم بگم مردم تعجب میکنن و از این رو جلوی خودم رو میگیرم و این حرفا رو نمیزنم در برنامه است که در ماه محرم ایشون حالا اجرا کردن شماره 43 بالغ بر یک ساعت هم صحبت میکنن یک سلسله جلساتی ایشون دارن در ماه محرم اگر دوست داشتین کلیپ ها رو نگاه کنید من همیشه به دوستان پیشنهاد میدم چون در این کلیپ ها ایشون به قدری حرافی میکنه به قدری حرف های بی پایه و اساس میزنه که هر کسی نگاه کنه میفهمه این آقای رایفی پور عزیز حال و روز خوبی نداره من بارها و بارها این رو گفتم و چیز دیگری که هست باید عرض کنم ببینید این آقای رایفی پور ایشون یک سخنرانه نه پژوهشگره نه محققه. نه توی هیچ زمینه عالمه نه کتب عالمان رو مطالعه کرده نه پای صحبت عالمان نشسته هیچ و هیچ و هیچ ایشون سخنرانه فقط بتونه خوب صحبت کنه بلده چگونه با یک سری اطلاعات اندک یک ساعت صحبت کنه این خودش یه فنه واقعا خودش یه هنر دستی من ندارم من توی زمینه اطلاعاتم اندک باشه ده دقیقه صحبت کنم میگم خب اطلاعات من تموم شد فقط اینا رو میدونستم حالا مرسی تا نوبت دیگر من برم بیشتر مطالعه کنم بیام برای دوستان صحبت کنم فرق سخنران و محقق بر اینجاست دیگه یک این نفر میره پژوهش میکنه به میزان پژوهشی که کرده صحبت میکنه یا مینویسه این افراد هستن اینا فن بیان خوبی دارن شما یک دست نوشته مثل این چیزی که من اینجا نوشتم خب مثل این بهشون بدید میتونن در رابطه با این دو ساعت صحبت کنن یه جای آروم صحبت کنن یه تون بالا ببرن یه جای به قولی تون صحبت کنن کلمات رو جور کنار همدیگه بچینن که حالا معنی دیگری داشته باشه بعد بیان دوباره معنی خودشون رو به صورت آشکارا بیان کنن بعد برگردن تو نقض به این ور کنن به اون ور کنن تموم شد یک ساعت شدی و چیز دیگری هم که هست باید بدونیم که این سخنان ساعتی پول میگیرن ایشون قراره بیاد یک ساعت صحبت کنه نمیتونه که نیم ساعت صحبت کنه بعد بره قرار مردم رو جمع کنن یک ساعت بیان مثلا در یک حسینیه در یک محلی خب بشن صحبت های فرد رو گوش کنن و اعلام شده مثلا از این ساعت تا این ساعت نمیتونه که کمتر باشه حالا بیشتر که باشه مشکلی نداره ولی کمتر که باشه صورت خوبی نداره ولی بدا به اون روز که این فن سخنرانی که خودش یک هنره با شپ علم و خرافات و با حرفای بیپای و اساس همراه باشه تو مغز انسانها رو جادو میکنه به قول فیتکنشتاین فیلسوف مشهور حالا آلمانی زبان که میگه فلسفه نبردی است علیه جادو شدن شور ما توسط زبان میگه زبان این فهم ما این شعور ما رو جادو میکنه فلسفه کارش اینه که بیاد با تحلیل زبان با تحلیل مصادیق و توصیفات و اون تبیینات بیاد درک کنه بفهمه و مانع این بشه که ما به قول گرفتار این بازی های زبانی بشیم و دوستان باید بدونن اگر یکی خورده حالا آدم بره بررسی کنی رو متوجه میشه که طرفداران این آقای رایفی پور هم آدم های محققی نیستن پژوهشگر نیستند. یعنی نمیخوان بیان برن خودشون مستقل فکر کنن و مستقل تو این زمینه تحقیق داشته باشن بذاره یک مدلی برای دوستان ارز کنم شاید جالب باشه این بحث تئوری داروین فرگشت این آقای رایفی پور خب من گفتم سواد نداره اصلا توی علم ایشون هیچی نمیدونه سواد معمولی علمی هم نداره یه جایی ایشون میاد نظریه لامارک رو که هم میگن لامارکسیسم رو با نظریه داروین یعنی فرگشت یا اِوولوشن میاد قاطی میکنه ایشون در یک جلسه ای میگه که این افرادی که به تئوری داروین اعتقاد دارن باور دارند اینها میگن که خرس در درون آب رفته و میخواسته ماهی بگیره و این دستش رو تکون داده که ماهی بگیره گفته خیلی خوبه بذار تو آب بمونم و مونده شده مثلا نهنگ پستانداران دریایی فکر میکنم بالغ بر ده بار بود من در کلاب هاوس صحبت میکردیم در رابطه با تئوری داروین این دوستان اومدن این رو نقد کردن که بله شما باور دارید که خرس رفته توی آب دستش رو تکون داده شده پستانداران دریایی من چون رایفی پور حالا دیده بودم شنیده بودم حرفاشو نقدش کرده بودم میدونستم که من فکر اون فرد در کجاست من میگفتم دوست عزیز خواهش میکنم من آقای رایفی پور سواد نداره ایشون فقط میتونه فارسی رو صحبت کنه دیگه شما چرا از این دارین فکت میارید خود فران تعجب کرده بود که من از کجا فهمیدم این داستان رو بعدها موقعی که میان بهش نقد میکنم به رایفی پور یک جای میاد میگه من اشتباه کردم من منظورم لامارک بود چون لامارک بر این اعتقاد بود لامارک میگفت این ظراف گردنش دراز شده چون میخواسته برسه برگ های بالای درخت رو بخوره بعدم نشون دادن که خیر این چنین نیست موشها رو اووردن توی 16 نسل دوم اینها رو چیدن دیدن هیچ تغییری توی دوم اینها ایجاد نشد و حرف لامارک است که بعدها داروین اومد و داروین خب نشون داد با توجه به عواملی که میتونه در اطراف یک جاندار باشه جانداران یک سری شایستگی هایی پیدا میکنن که این باعث میشه در این جاندار تغییر ایجاد بشه صحبت شما فصلا کردم برای دوستان دیگه دوباره مباحث رو تکرار کنم بذارید بپردازیم به صحبت های خود ایشون همانقدر که پرستش فردی خداوند متعال مهمه. پرستش اجتماعی خداوند متعال مهمتر و همانقدر که ما عذاب داریم عذاب فردی، عذاب اجتماعی بیشتر مد نظر بوده اساسا ما همش تو دعاها میگیم انشالله ما در زمره مثلا فلان افراد محشور بشیم همین یعنی جمعی بودن خود بحث شفاعت شفع یعنی زوج یعنی دوتا عربی بطر یعنی فرد شفع یعنی زوج شفاعت یعنی اینکه یک کس دیگه بیاد دستور بگیره می بازم جمع اگر تشکیل جامعه و طراحی روابط و ساختارهای اون بر محور دنیا دقت کنید و لذات دنیایی و لح و قرار گرفت قطع به یقین پرستش اجتماعی ابلیس در نهایت محقق خواهد شد نه پرستش اجتماعی خدا این بود پرستی از اونجا ها میزنه خب این خدا چرا مخالف با لذت انسان ها باید باشه چرا این خدا باید مخالف با رفاه انسان ها باشه گرفتاری بشر هم همین بودا میدونید دوستان این منشه ارفانه شما دقیق ارفان رو بررسی کنید حالا این کار رو خواهم کرد کتابی هست به نام انسان کامل که یکی از این عرفا این دراویش نوشته اون رو حالا با هم بررسی خواهیم کرد من میخوام این رو بگم این دوری از دنیا دوری از گیتی در رنج بودن انسان خب استیصال داشتن انسان استراب انسانی خیلی مهمه چون که وقتی انسان در این به قولی درماندگی و استیصال و بیچارگی و فلاکت باشه عظمت خدا رو بهتر درک میکنه این چیزی که آی پور میگه اینه البته ایشون نمیتونه جوندار صحبت کنه تو این زمینه استخوندار نمیتونه صحبت کنه چون اطلاعاتی نداره وگر این همین رو شما مثلا توی حرفای این عرفا میشنوید گوش نشینی لباس زبر پوشیدن به خاطر اینکه این زاج به خودشون وارد کنن تو یک گفته هست من از خمینی شنیده بودم میگفت این به هندوانه نمک میزد این هندونه میخواست بخوره نمک بهش میزد که سال کردن آقای خمینی چرا به هندونه داری نمک میزنی گفت این هندونه شیرینه میترسم که دنیا من رو بگیره شیرینی این من رو بگیره این نگاه ارفانیست اینو در نظر داشته باشید وقتی اون فرد حاضر باشه لذت یا لذت میگن اون رو از خودش بگیره به راحتی اون رو از دیگران میگیره سلب میکنه نه از فراموش کنید چیزی که ایشون میخواد واردش بشه مبحث لیبرالیسم، لیبرالیزمه ولی نمیگه لیبرالیزم چون نمیدونی یعنی چی بارها گفته ولی خب هیچ وقت معنیش نکرده توضیح نداد اینکه انسانها رو باید آزاد گذاشت باید به انسانها آزادی داد خودشون به فکر لذتهای خودشون باشن به فکر خوشحالی خودشون باشن و دوستان هیچ فلسفه هیچ اخلاقیاتی هیچ نظریه حقوقی و سیاسی نیست که بتونه به ما این مجوز رو بده منظورم اقلانی بودنش ها. این نیست که مثلا چون اسلامی مجوز رو میده به صورت اقلانی این مجوز رو به ما بده ما بتونیم مانع از آزادی مانع از خوشحالی و لذت دیگران بشیم میتونیم کار رو انجام بدیم و بذارید این رو شرطی بگم اگر و فقط اگر اون فرد خودش مانع آزادی دیگران بشه اون زمان بله ما میتونیم بریم دخالت کنیم در زندگی اون فرد من این رو میخوام بگم که ایشون میخواد بیاد این رو بگه ببینید اگر توی جامعه ی ولایت فقی شما درد و رنج و بیچارگی و فلاکت دارید این به خاطر اینکه شما به خدا اعتقاد دارید و میبینید که دیگرانی هستند به این خدا اعتقادی ندارن ولایت فقی هم ندارن و زندگی خوبی دارن یا کفر اینا شیطان پرست اینا بت اینها دارن ابلیس رو عبادت میکنن و مطرفین و عکابر و ائمه ظلم اون جامعه انان جامعه رو به دست میگیرن و استکبار شکل میگیره فلزا کاملا بدیهی است که از تو امریکا شیطان پرستی بزنه بیرون چرا؟ چون مبنای شگیری ایالات و متحده سود شخصی بود رفتن پول در بیارن اصالت سود این البته اصالت فایده است دوستان این سود نیست بیشتر فایده میگن این مبحثی است تو فرا اخلاق امریکا بر مبنای ایثارگری گریشک نگرفته بله دوستان این حرفشون درسته من تایید میکنم گفتم هر کسی حرف درست بزنه من تایید میکنم مکتب اخلاقی داری به نام اصالت فایده یا فایده گرای یا فایده باوری خب که این رو ما در جرمی بنتام داریم در جان استوارت میل داریم و تا حدودی در فلاسفه اصر روشنگری داریم حالا پیش از اونم توی لاک هم میشه تا حدودی این مسئله فایده باوری رو دید اینها میگن که مثلا آزادی چرا سودمنده چرا آزادی خوب است چون برای انسان ها فایده داره خب انسان ها رو, رو به خوشبختی میبره رو به سعادت میبره و سعادت چیز خوبیست است من فایده باوری رو در به قول راستای اون بحث کرامت انسانی یا کرامت انسانی کانت جلو میبرم چون چرخیش هم که ما در اون لیبرالیسم صده 21 و, و نیمه های قرن بیستم داشتیم یعنی سال 1150 به این سو قضیه کانتی میشه دقیقا نمود این رو میشه در قانون اساسی آلمان دید من حالا بارها برای دوستان خوندم این بند اولش رو که میگه کرامت انسانی یا اون شرافت انسانی ده ده غیر قابل تعرض است و پاسداری از آن بر عهده تمام قوای حکومت است یعنی حکومت باید از اون کرامت شهروندان دفاع کنه از انسانها باید دفاع کنه این چیزی است که اصلا از قانون اساسی آلمان خارج نمیشه حتی توی این مفصلش می نویسن میگه اگر ما رای گیری کنیم بخوایم این قانون اساسی رو تغییر بدیم بند اول بند دوم بند سوم هیچگاه تغییر نمیکنه در رابطه با سود همین رو عرض کنم دوستان برداشت آقای رایفی پور به خاطر اینکه مطالعه نکرده خیلی سطحیه یعنی کودکانه برداشت میکنه انگار مثلا یه کودک بگم 7 8 ساله نشسته مثلا در رابطه با سود مطالعه کرد بس این نیست این بحث رو اتفاقا در قضیه اقتصاد میبرند، در قضیه اون فلسفه سیاسی میبرن توضیح میدن این رو من سالش رو بزنید توضیح بدم چیزی که آدم اسمیت میگه آدم اسمیت میگه ببینید این که کشاورز اون بقال اون به قولی نانوا میان چیزهایی تولید میکنن به خاطر سود شخصی خودشونه ولی چون سود من و سود دیگری خب اینها به موازات هم در میان من برای اینکه بخوام خودم سود ببرم باید, باید به دیگران سود برسونم باید فایده‌ای ای برسونم تا بتونم سودی ببرم و یک مثال معروفی میزنن در اقتصاد میگن شما موقعی که میخواید برید نونوایی یه بسته نون میخواید بخرید به طور مثال هزار تومن میخواید بدید هزار تومن که میدید اون بسته رو بخرید در کنش انسانی قضیه اینه که اون بسته نون برای من از هزار تومن ارزش بیشتری داره و برای اون نونوایی که این نون رو پخته اون هزار تومن از اون بسته نون ارزش بیشتری داره اون به اون هزار تومن احتیاج داره من به اون بسته نون احتیاج دارم من هزار تومن رو میدم بسته نون رو برمیدارم من به خاطر خدمت به نونوا رفتم خرید کردم چون گرسنه‌تون باشه میرم مغازه خرید می‌کنم. بعد میایم به فروشنده میگی من لطف کردم که از شما خرید کردم البته که خیر اون فروشنده هم که داره به شما میفروشه همین داستانه دیگه محورش دو سویه است دیگه تک که نیست این داستان این رو آوردن در فلسفه سیاسی در اقتصاد از دل این لیبرالیزم بیرون اومد از دل این بازار آزاده، اون کپیتالیزم بیرون اومد و رشدش رو در این دو قرن اخیر ما دیدیم دیگه هم بارها بارها صحبت کردم الان نمیخوام دیگه صحبت های پیشین رو دوباره مطرح کنم کلیپاش هست دوستان بهت نگاه کنید که رشد اقتصادی بیشتر شده فرق کمتر شده مرگ از گرسنگی کمتر شده مرگ کودکان کمتر شده و و هزاران چیز دیگر که تو حافظه ای من دیگه جان نمیگیره چیزی که این آقا داره میگه بی ربطه بی ایثارگری رو شما در جوامع باستانی میبینید در اخلاقیات ده ده اساطیری میبینید ایثارگری یعنی چی انسان آزاد به دنیا میاد انسان موجودیست آزاد نمیتونیم که به انسان رو بهش زور کنیم که تو باید ایثارگر باشی این تز رو شما در کمونیست ها میبینید در بین اون نازیست ها میبینید مثلا فلسفه اونها رو ایثارگریه که فرد باید خورد بشه زیر چکمه های جمع جامعه فرد باید خودش رو فدای دولت و جامعه کنه کل مباحثی که مارکس مطرح میکنه اینه این رایفی پور هم خب معلومه به تئوری جمعگرایی اعتقاد داره دی. اگه به فردگرایی اعتقاد داشت که چرندیات رو نمیرفت برای ملت بگه رفته رو منبر هر چیزی که به ذهنش بیاد میگه بگذاریم از دوستان انسان مد نظر قرار گرفت نه خدا مبنا انسان دقیقا دقیقا چون توی تاریخ ثابت شده که انسان خودشون رو فدای خدا کردن محور بر انسان قوانین رو انسان برای انسان میذاره از اون رو شما میتونید قوانین رو تغییر بدید از این رو میتونید نگاه کنید کدوم قانون انسانی نیست و اون رو حذفش کنید شلاق رو حذف کنید بردهداری رو حذف کنید شکنجه رو حذف کنید و چیزهای دیگر اومانیزم و سود این انسان یوتولیتاریانیزم و بین انسانها اونی که به من سود برسه یه موقع از من راننده تاکسی میام از صنف رانند تاکسی ها دفاع میکنم به خاطر اینکه خودم هم راننده تاکسی هم درست شد؟ حمایت های سنفی شکل میره اما تو راننده تاکسی ها دوست دارم و بسته به من بخوره خب آفرین همه یه رانندگان تاکسی این عزیزان دوست دارن که اون دربسته به خودشون بخوره چون راحتتر و پول بیشتری داره از این بابته که اون بنگاه اون شرکت حالا تاکسیرانی میاد این داستان دربست رو محدود میکنه میگه هر راننده دو بار در روز بتونی کار رو انجام بده نه یک نفر صد بار یک نفر یک بار بله سود رو ما همه میپذیریم عزیزان باور کنید توی این دنیا که داریم زندگی میکنیم هیچ کس نیست بگه من سود منفعت اون فایده رو نمیپذیرم خود همین آقای رایفی پور داره صحبت میکنه این صحبت براش سود داره واسش منفعت داره داره ایدولوژی شیعه رو ترویج میده داره صحبت های امامان شیعه رو ترویج میده من هم دارم صحبت میکنم همین داستان دارم روشنگری میکنم من هم میخوام یک در آگاه کنم از صحبت های این فرد و سودش در اینه که جامعه ما باید آگاه بشه تا بتونیم این زنجیرهای دین و مذهب و آین و کیش رو پاره کنیم و به سوی آزادی های بیشتری بریم این رو من میگم ده نفر میشنون پنج نفر میرن به دوستان خودشون میگن و همینطور باعث روشنگری میشه روشن فکری میشه یعنی اومانیز به سمت سنتریزم رفت یعنی مرکزیت خود فرد من و لذات من و این همونی که میگن انقدر نگویید من من شیطان است فرزا سیتنیزم به معنی شیطان پر... گرایی از تو دل جامعه که ده بله این که شهید آوینه خیلی فنی میگه که فرهنگ غرب بشر رو از درون تسخیر میکنن و با نفس اماره شیطانی اشتراک داره این آقای آوینی و امثال هم که همه غرب ستیز بودن اصلا ترسی هم نداشتن که بگن ما غرب ستیزیم با مظاهر غرب هم مشکل داشتن اینها سیستم به این صورته غرب ستیزی این همین قرب ستیزی ما رو بیچاره کرده به این روز انداخته که یکی مثل رایفی پور میشه استاد استاد رایفی پور اساسا فرهنگ قبل به این سمت تو رو بله خوبی هم داره تکنولوژی داره رفاه داره ایناش هست دیونه نیستم مثل بعضی ها که الان میگن نمیدونم تکنولوژی اصلا استفاده نکنید و فلان نه اینجوری نیست شو. بله تکنیک داره اون تکنیک نیاز به آزادی داره آخه شما تو زندان که نمیتونید به مردم تکنیک یاد بدید و تکنولوژی به چه دردی میخوره آخه تو زندان آزادی داره یک سری اصول داره حقوق داره مردم رو شلاق نمیزنن شکنجه نمیکنن تا جایی که بتونن عادلانه برخورد میکنن اقتصاد رو به رشد به فکر شکوفایی اقتصادند به صلح اعتقاد دارن شهروندان خودشون رو سرکوب نمیکنن در حق این شهروندان ظلم نمیکنن شهروندی که اعتراض کرد این رو خس خاشاک این رو بیشرف این رو مزدور این رو به قولی رز این رو پس نمیدونن یعنی آقا شما حق اعتراض دارید خانم حق اعتراض دارید اعتراض کنید این سیستم میزنن بانک ها رو آتیش میزنن فروشگاه هم ها شیشه هاشو خورد میکنن آبر بانک ها رو خورد میکنن توی خیابون شعار میدن هیچ من این همه مدت توی آلمان هم ندیدم یک نفر رو بگیرن اعدام کنن به خاطر اعتراضات شهروندان خودش عزیزان من غریبه ها رو نمیگم نمیگم که جمهوری اسلامی تو سوریه چیکار میکنه تو عراق چیکار میکنه من میگم شهروندان خودش یعنی مشروعیت رو از اون شهروندان گرفته به قدرت رسیده شهروندان اعتراض میکنه پلیس میاد با ده ده چک و لگد و با تفنگ ساچمه ای میفته به جون بیچارگان تو اسمان دیدیم هفته پیش توی آلمان باور کنید که این چنین نیست عزیزم تفنگ ساچمه ای شهروند خودش رو با تفنگ ساچمه ای بزنه آخه حکومت اون چه حکومتی آخه رو کی داری حکومت میکنی من اینجا به مشکل برمیخورم با خدا با فرق اون پرودنس با قوانین شریعت اینجاست که من انات پیدا میکنم دشمنی پیدا میکنم با توفنگ ساچمه ای چشم شرفند خودش رو کور میکنه به خاطر چی؟ به خاطر خواست خدا به خاطر این که میگه حکومت ما مقدسه حکومت ما رو امام زمانی که ما ندیدیم و نشنیدیم و نمیدونیم این کیه قرار بیا از ما تحویل بگیره چه عرض کردم زندگی و بندگی رو کنار رو هم دیگه داره استفاده میکنه ما اصلا مثلا این چیز علمی ها دیدی نه میخوام یه نکته علمی بهتون بگم یعنی چیز علمی دینی هم هست دیگه مگه خدا علم رو به رسمیت نمیشناسه این چه حرفیه یه نکته علمی دانشمندا پزشکا اومدن اثبات کردن تو تبابت تو اسلامه دین ما گفته بری سراغ دکتر اهل بیت معصومین مریض میشدن میفتن سراغ دکتر میفرستن یعنی چی آخه نجوم یه بحث علمیه والله ما کتاب... ما کتابی نیدم کتاب دینی به اندازه قرآن از نجوم حرف زده باشه ببینید دوستان اتفاقا من متن آماده کردم اینجا گفتم بعد نیست حالا در این رابطه صحبتی با دوستان داشته باشم چون گفت قرآن من یک لایوی داشتم در به قولی پیج اینستاگرامی نقداگین حالا دوستان زحمت کشیدم من اونجا تونستم یک لایوی داشته باشم سوره بقره آیه 189 میگه درباره هلال های ماه هست و میپرسند گام های ماه هم گفته میشه بگو آنها گاه شماری برای موسم حجند خیلی جالبه میگه از تو در رابطه با گام های ماه دلیل وجود هلال های ماه میپرسند بگو که این هلال های ماه به خاطر موسم حج به خاطر اینکه شاخصی است برای ما که میریم موسم حج دلیلش اینه این نجوم در قرآن گفتم بقره 189 چرتو پرت داره میگه بی تعارف صحبت کنیم دیگه قرآن توان توضیح این رو نداره که چرا هلال ما شکل میگیره وضع دورانی زمین و وضع چرخشی ماه رو نمیشناسه میگه چون شما این رو شاخص قرار دادید پس علتش اینه که این اتفاق افتاده و ماهلال میشه داستان ولتر در کتاب کاندید یا ساده دل شد دوستان کتاب رو مطالعه کنن رمان بسیار جالبی است شخصیت هست به نام دکتر پانگلوس این اعتقاد داره که ما دوتا گوش داریم دوتا گوش و این دماغ به خاطر اینکه عینک روش جا بگیره میگه خدا میدونسته که ما قرار عینک بزنیم واسه همین این دماغ و این گوش و اینها رو ما داده و اعتقاد داره این دکتر پانگلوس خب دلیل اینکه ما دو تا پا داریم به خاطر اینکه بتونیم شلوار بپوشیم چیزی هم که شما در این آیه میبینید دقیقا همینه این فردی که حالا قرآن رو آورده نمیدونم الله محمد حالا هر کی است کاری نداریم به اون بحثش این نقش دکتر پانگلوس ولتر رو داشته بازی میکرده این قصه میگه در نجوم در قرآن آمده علم نجوم این بغیشو گوش کن ها در رابطه با اینم صحبت کنم گفت که هر چیزی که علمی دینی است داره چرت و پرت میگه دین علم مشخصه دستگاه است مبتنی بر شواهد و مدارک و استقرا دین هم مشخصه گفتاری بر پایه غیب بر پایه ایمان و چیزهای از این دست در دین که شما به واسطه استقرا جلو نمیرید در دین که شما با شواهد کاری ندارید که هر چیزی خدا گفته هزار تا شواهد رد این هم بیاد باز هم خدا درست گفته تموم شده رفت نمونهش توی همجنسگرایی تا آقا کوهی سنت هست کوهی سنت در رابطه با اینکه همجنسگرایی اختلال روانی اختلال جنسی نیست تموم شده رفت تو علم مدرن رو پذیرفته تو نورولوژی و تو روانپزشکی و تو روانشناسی و توی مباحث علوم رفتاری و تموم شد علم ژنتیک و همه پذیرفته شده این قضیه ولی دین چی میگه دین میگه هر چی میخوان واسه خودشون بگن توی د... دیدگاه من همجنسگرایی یک رفتار زننده غیر اخلاقی و مجرمان است بگیریم اعدام میکنیم بگیریم به قول آیت الله بروجردی آتیش میزنیم تمام از این رو اینا تمایز دارن این یک خط تمایزی بین اینها هست میشه اینها رو تمیز داد این دینه و این علمه و من بارها گفتم این آقای رایفیپور پور توان درک انتظایی رو نداره نمیتونه بیاد شاخص بیاره که بین علم و دین تفاوت قائل بشه تمیز قائل بشه نداره واقعا حالا ببینید چی میگه اینجا جالبه بنده حرف راجع به نجوم دارم حالا بعضی که نزدیک تر بودن از بنده شنیدن جامعه تحمل شنیدنش رو نداره فکر چی شد سپاه خب ببینید دوستان این قسمتش خیلی پرهاشه شد این تیکر رو برداشته بودن گفتن که این آقای رایفی چی میدونه که ما نمیدونیم بیا بگو و توی توییتر یه مباحث صورت گرفت که بحث کلی من اینجا بود این قسمت باعث شد که من بخوام یه کلیپی تهیه کنم در این رابطه ببینیم چی میگه حالا تا پایان مبحث رو بشتم دوستان من رو محکوم نکنن که داره تقدیم میکنیم کف یه شب اضافه به مام حسین وقت داد سی هزار نفر آدم یه آب معدنی بخواید دستشون بدیم این چقدر هزینه شه؟ کاری یه سره کنم برگردم اون جماعت هاره کفتار صفت اما موسیقی یه روز اضافه وقت خواست باشه موافقت کرد برای چی فکر کردی؟ این هم بخش که اصلا به این چیزا حرف زدنش تو هیچ کسی سر در نمید چون اصلا نمیدونن به این چیزا برای اینکه یه اتفاق باید تو کواکب تو آسمان میافتاد یک سه روزی باید کامل میشد چرا اون آب رو میبندن؟ برای اینکه ماه در صورت فلکی آبریز طولو میکرد شبها ایوق در تارک آسمان قرار گرفته بود و نماد اتش بود یک جای بنده اینو ده سال پیش ده دوازه دانشگاه امام خمینی این دانشگاه خارجی که میان ایران شیش ماه اونجا فارسی یاد میگیرن چی دوستان این من پایان بدم به این مبحث کلیپ تصویری خب ایشون دا داشت این رو میگفت که بله من چیزای در نجوم میدونم که بگم همه تعجب میکنن همچین چیزی حالا نمیدونم اطلاعات نجومی خودش رو از کجا آورده اون چیزی که ما میفهمیم در دوران باستان و تا 500 سال پیش این استرولوژی بوده اون نجومی بوده که باهاش میخواستن آینده رو پیش بینی کنن مبحث توضیح اجرام آسمانی نبوده یا اگر بوده خیلی کم بوده مثلا توی کوپرنیک شما چیزهایی میبینید توی لاپلاس میبینید توی کپلر میبینید که اونا اتفاقا کتاب های علمی دارن یا کتاب های دارن در رابطه با پیشگویی و پیشبینی و این دست چرندیات مثلا ماه تولد فلان پادشاه فلان روز بوده این مثلا عاقبتش این میشه همچین هم چیزی خب اون علم نیست اون شبه علمه هر کسی فکر میکنه اون علم خب دیگه علم رو نفهمیده اون ساینس رو متوجه نشده از جمله آقای رائفی پور این که ایشون چی میدونن اصلا مشخص نیست نگفت این که چه کتبی رو مطالعه کردن من کلیپ رو نگاه کردم به هیچ عنوان اشاره به کتابی نکردن دوستان خودشون خواستن برای نگاه کنن این از این یک توییتی میزنن در این رابطه و یک اشاره به کروی بودن میکنن و خیلی گفتن که منظور زمین تخته یعنی مثل اینکه ایشون به زمین تخت اعتقاد دارن بذارید من اون توییت رو بیارم برای دوستان مطالعه کنم بله عزیزان اینجا اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم و رحمت الله عرض ادب احترام تصدیق عرض می‌کنم پیشاپیش تا از توییتر خود ایشون علی اکبر رائفی پور اینجا آقای مهدی من ایشون رو نمیشناسم ایشون اومده که به انتقاد کرده به این گفته آقای رائفی پور در رابطه با نجوم که گفت من حرفایی میدونم که بگم همه تعجب میکنید نوشته جناب رایفی پور اگر در نجوم علمیتی دارید که بفرمایید اگر این حرفا رو از عالمی شنیدید که معرفی کنید لطفا سند حرفتون هم اعلام کنید این مدل حرف زدن هم اهانت به خودتونه هم به مخاطب خب آقای رایفی پور اینجا می نویسد آنچه مردم آمادگی لازم برای شنیدنش را ندارند نقش و مصادیق بسیار پررنگ علم هیئت علم هیئت همون آسترولوژی عزیزان نجومی که ما در حال حاضر می شناسیم نیست بهش میگن علم هیئت خصوصا نجوم کروی این قسمت کرویش خیلی جالب بود یکی که در علم هیئت یک نجوم کروی ما داریم که کار کیاس حالا توضیح میده نجوم کروی از دیرباز در تصمیمات کابالیست ها و سیهونیست ها است کابالیست ها یا اون عرفان کابالا که عرفان یهودی است که در حوزه مطالعات بنده است میگه که این علم هیئت و نجوم کروی خب مال این افراد مال این کابالیست ها و سیهونیست است پروازه است که ما اعتقادات ایشان را باطل می‌دانیم اما آنها متاسفانه مبتنی بر همان عباطل اقدام می‌کنند و بحث کلی این عزیزان که انگار که این آقای رایفی پور به زمین تخت اعتقاد داره چون بحث کروی رو برد توی عرفان کابالا و این مبحث یهودیت و این داستان و نظر خودش رو نگفت که به این به چه قسمت از این اعتقاد داره و اعتقاد نداره گفت نظر اونها باطله گفت کروی بودن خب جز اشتیاقات این مدل از هیئت یعنی هیئت کابالا اون نجوم کابالایی اصطلاحا بعد میگم که چیزی رو مشخص نکرد خیلی حتی بهش خندیدن خیلی بهش ایراد گرفتن و خیلی ها از طرفداران زمین تخت اومدن گفتن که آقا داره درست میگه چون در تئوری های شپ علمی اون نظریات شپ علمی در رابطه با زمین تخت دقیقه ما این قضیه رو داریم اینها میان ناسا رو محکوم میکنن به یهودیگری اینا بر این باورن دوستان که اینها اومدن واژه نسا که به معنی نیرنگ و فریبه این رو از ابری آوردن توی زبون انگلیسی و واسه یه دونه سازمان درست کردن و کار ناسا و ناسا که ما میشناسیم فقط فریب دادن مردمه یه همچین چیزی من فکر میکنم احتمال زیاد رایفیپور تو این زمینه کار کرده چون میدونید که این سواد انگلیسی که نداره این احتمالا کتبی ترجمه شده سایت هایی تو این زمینه هست رفته مطالعه کرده به نتیجه رسیده زمین تخته و اومده بحث کروی بودن اون کره رو توی علم هیئت این یهودیان آورده و بگم این حرف های عجیب غریب زیاد زده در باب طالبان من مفصلا صحبت کردم حالا گندش در اومد که طالبان هانا حمله کرد به اون مناطق مرز ایران و یک درگیری های صورت گرفت گندش در اومد خیلی هم ایشون رو مسخره کردن ولی من همون دوران گفتم سه ماه پیش بود گمون کنم گفتم این آقا مغز درستابی نداره اونجا هم بازم یک سری ادعاهای عجیب غری مطرح کرد گفت در رابطه با کشتن سفیرهای ایرانی من حرف بسیار زیاد دارم بگم شما تعجب میکنید شما باورتون نمیشه که من به دوستان گفتم به دوستان طرفداران رایفی پور گفتم که آقایون برید خانوما برید مطالعه کنید در باب اون سفرا که فردا این پنج ماه شیش ماه دیگه اومد عراجیف گفت حداقل یه چار پنج ماه با واقعیت زندگی کردید خورد نزدیک به واقعیت بودید به عنوان اون مسئولیت انسانی ما که ما باید باورهای خودمون رو مبتنی بر واقعیت بپذیریم و باورهایی رو اتخاذ کنیم که مبتنی بر واقعیت باشن چونی باور کن یک عده هستن هر چرندیاتی که رایفی پور بگه باور میکنن اصلا بدون اینکه تجزیه تحلیل کنن که این داره چی میگه و من صحبت اینجا کوتاه کنم دیگه به اندازه کافی سر دوستان رو درد اوردم